آزاده دواچی، فعال حقوق زنان از ملبورن، با ما همراه شد. خانم دواچی، گزارش هایی که منتشر شده حاکی از این است که حکومت به دنبال انتقال مخفیانه آرمیتا از تهران به کرمانشاه است، در صورت اعلام رسمی مرگ او، و گفته شده که این تصمیم در پی درخواست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست. فکر میکنه هدف حکومت با این کار چه هست و از چه میترسه؟ درود به شما. خب از زمان در واقع بستری شدن آرمیتا گربند در بیمارستان، ما میبینیم که حکومت تمام تلاشش رو کرد تا هر طور که میتونه پوشش خبری رو محدود کنه، هر طور که میتونه در واقع بر خانوادهش فشار وارد کنه، بر دوستانش فشار وارد کنه، اعتراف اجباری بگیره و تمامی در واقع نیروی خودش رو به کار گرفته که مانع از هر گونه ارتباطی در واقع با خارج از بیمارستان و ارتباط خانواده با مردم بشه. این کاری هم که الان دارن انجام میدن در واقع در امتداد همین هستش، یعنی دارن کاری میکنن که اتفاقی که در جنبش زن زندگی آزادی افتاد در واقع تکرار نشه و آرمیتا در واقع به نقطه عطفی برای ریختن دوباره مردم در خیابان‌ها و برای اعتراضات خیابانی و اعتراضات میدانی تبدیل نشه. ترس حکومت هم دقیقا از این هستش، بنابراین اینکه تا میتونن میخوان این در واقع آرمیتا رو از تهران دور کنن تا در واقع ارتباط در واقع تشییع جنازه آرمیتا رو، یا اگر که آرمیتا رو بخوان در واقع در تهران براش مراسمی بگیرن، این اتفاق نیفته، چون میدونن که این اتفاق در واقع ممکنه منجر به جمع شدن دوباره مردم، منجر به خروش دوباره مردم و به هم پیوستن مردم برای اعتراض بشه. خب خانم دواچی، بعد از قتل حکومتی مهسا امینی، شماری شاید فکر میکردن که جمهوری اسلامی درس خواهد گرفت از آنچه که بر سر مهسا امینی اتفاق افتاد و وقایع بعد از اون، اما به نظر میرسه که اینچنین نشده. نظر شما چه است؟ ببینین، روند به هر حال وقتی که یک جنبشی در یک خیزش در یک جامعه اتفاق میفته، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در یک حکومت دیکتاتوری این خیزش و این جنبش مردمی به یک باره به ثمر برسه. در واقع این منوط به گذشت زمان هستش، منوط به این هستش که مردم در واقع یه بار دیگه یه نیروی کسب کنن، دوباره انگیزه های خودشون رو به دست بیارن و دوباره یک در واقع جرقه دیگه ایجاد بشه، و برای همین هستش که در واقع حکومت داره الان تمام انرژی خودش رو به کار میبره که از هر حربه استفاده کنه و نذاره که اون جرقه ایجاد بشه. نمیتونیم بگیم که این جنبش تموم شده، نمیتونیم بگیم که در واقع جمهوری اسلامی پیروز شده، چون پیروزی هیچ وقت از طریق یک سال یا از طریق دو سال در حکومتی که 44 سال با زور و با در واقع زندان و تهدید و شکنجه حکومت کرده امکان پذیر نیست. این باید در سطوح مختلف ایجاد بشه، باید انگیزه های مختلف همه مردم با همدیگه متحد بشن، که اینها زمان میبره و هر چقدر که بیشتر زمان ببره و هر چقدر که بیشتر این لایه ها و مردم در واقع در لایه مختلف به همدیگه متصل بشن میتونه قوی تر عمل کنه. در حال حاضر بله، واقعیت ظاهر این رو داره نشون میده که جمهوری اسلامی موفق بوده، تونسته سرکوب کنه حداقل اعتراضات خیابونی رو، اما در بطن جامعه این اتفاق نیفتاده. ما داریم میبینیم که هنوز زنان دارن اعتراضات خیابانی میکنن، همین که خیلی از زنان دارن بیهجاب میان بیرون و روسریهای خودشون در میارن، یه نعی بزرگ گفتن به حکومت هستش، و من شخصا فکر میکنم که این پیروزی نیست، این چیز هستش که داره، یه اتفاقی هست که داره به صورت خیلی آرام و زیرپوستی در بطن جامعه داره اتفاق میفته و رفته رفته به ثمر خواهد نشست.